اکنون نظامیان افغان بد تنهایی بار مسئولیت‌های جنگی را در نبرد فرسایشی به عهده دارند، اما اینان بیشتر وابستگی به حمایت جامعه جهانی و کشورهای عضو ناتو در امر ریشه‌کن کردن تروریسم دارند. حالا در اینجا رئیس ستاد ارتش ملی همزمان با برگزاری نشست بروکسل در بلژیم خواهان ادامه کمک و همکاری‌های جامعه جهانی و کشورهای ناتو برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان است. به ادامه همکاری‌شان در قسمت حمایت سیاسی، حمایت اقتصادی و بخصوص حمایت تسلیحاتی و تجهیزاتی هم در بخش هوایی، در بخش مدافع هوایی و در بخش تجهیزات و تجهیزات مدرن و توپچی زرهدار و تمویل و تجهیز و تعلیم و تربیت اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی افغانستان و همچنان در بخش سیاسی مردم افغانستان تنها نگذارد. این مقام ارتش ملی خطر تروریسم را هشدار به جامعه جهانی دانسته میگوید. پایان جنگ در افغانستان نیاز به همکاری جامعه جهانی دارد. تقاضای ما از تمام کشورهای اعضای محترم ناتو، جامعه جهانی، کشورهای دور و نزدیکی است که در این جنگ اعلان نشده علیه مردم افغانستان که یک جنگ بین المللی و یک جنگ منطقه‌ای است، در این جنگ اونا قسمی که مردم افغانستان و نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان مسئولیت و رسالت خود ادا کردند، اونا هم امیدوار هستم که با درک مسئولیت و رسالت خود این جنگ همراه ما هم یاری بکنند. برگزاری نشست بروکسل برای ادامه حمایت ها و تجدید تعهدات جامعه جهانی برای افغانستان در این وضعیت جنگی که همکنون بخشای زیاد شمال و جنوب شاهد درگیری هاست خیلی حیاتی است و این مقام ارتش ملی نبرد افغانستان را نبرد منطقه‌ای و بین المللی خوانده تاکید دارد. مدیریت جنگ زیر کنترل نظامیان افغان است و تلفات سنگین بیراست افغانان در میدان های نبرد وارد شده است.